بینندگان گرامی سلام و وقت بخیر به یک بسته یه تازه یه خبری از دری میدیا خوش آمدید. عبدالحمید خراسانی رئیس قطعه بدری طالبان گفته است که بزودی تصاویر قماندانهای مقاومت با دختران برهنه ایرانی را منتشر می کند. همزمان با این از تخار خبر می رسد که نیروهای طالبان با همدیگر درگیر شدن. همچنین از دوحه خبر می رسد که چندین تن به نمایندگی از جامعه مدنی نشستی را با شماری از مقامات این سازمان انجام دادند. همچنین طالبان در پروان چندین تن را شلاق زده و در اروزگان نیز بزودی شلاق می زنن. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. رئیس امر به معروف طالبان در قندهار به خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها دستور داده تا ریش خود را بگذارن و دستار ببندن. عبدالحی عمری رسانه‌ها و خبرنگاران را منشأ فساد اخلاقی دانسته و بر اصلاح آنان تاکید کرده است. این مقام طالبان این گفته‌ها را روز دوشنبه 11 سرطان مطرح کرده است. در این نشست خبرنگاران قندهار از برخورد نادرست با آنان شکایت کرده و خواهان دسترسی به موقع به اطلاعات، همکاری نهادهای امنیتی طالبان در تهیه گزارش و موارد دیگر شدند. اطلاعات برای رسانه ها نمیده و در این اواخر این موضوع بسیار بزرگ شده. در همین حال دادگاه عالی طالبان روز دوشنبه 11 سرطان از شلاق زدن 4 نفر و اتهام رابطه جنسی در ولسوالی سیدخیل ولایت پروان خبر داده است. در خبرنامه این دادگاه آمده است که این افراد با 39 ضربه شلاق مجازات شدند. طالبان میگوید 3 تن از متهمین به 1 سال حبس تنفیذی و فرد 4 به 2 سال حبس تنفیذی محکوم شدند. همچنین دفتر والی طالبان در اروزگان اعلام کرده که قرار است 18 تن در ورزشگاه شهر ترینکوت مرکز این ولایت در محضر عام شلاق زده شوند. بر پایه اطلاعیه این دفتر این افراد متهم به ارتکاب جرایم گوناگون هستند. این دفتر از مردم خواسته که برای تماشای صحنه مجازات این افراد حضور یابند. از سوی هم برخی از منابع از تخار میگویند که در نتیجه درگیری خودی طالبان در این ولایت یک نظامی طالبان کشته شده و 3 تن دیگر آنان زخم برداشتند. به گفته منابع این درگیری پس از چاشت روز یکشنبه 11 سرطان در ساختمان فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی چاهآب تخار رخ داده است. تا کنون دلیل این درگیری مشخص نیست، اما منابع می افزایند که مولوی برهان الدین بدخشی فرمانده توله مرکز ولسوالی چاهآب با آمر توقیف خانه طالبان در این ولسوالی درگیر شدند. و گفته منابع محلی جنگجوی کشته شده و زخمیان این رویداد افراد وابسته به برهان الدین بدخشی هستند. طالبان اما تا کنون در این مورد چیزی نگفته و آن را رد و یا تایید نکردند. مخالفان طالبان را متهم بر چند دستگی می کنند، ولی مقامات طالبان بارها آن را رد کردند. همچنین عبدالحمید خراسانی در سخنان تازه‌ای گفته است که بزودی عکس‌های قماندان‌های جبهه مقاومت را با دختران ایرانی در خارج منتشر خواهد کرد. و افزود است که عکس‌های نیمه برهنه آنان به دستش افتاده و بزودی آنها را همگانی می‌کند. خراسانی ادعا کرده است که قماندان‌های جبهه مقاومت در خارج عیاشی نموده و با خون جوانان تاجک تجارت می‌کنند. بازمان شامت میتون. تو احمد دلاک و کوده و چلی و چیزی که دموراچی از نچک و نبیله ترگم میکنم. شما باعث بی‌عزتی، بی‌آبرویی، باعث بدنامی مردم پنشیر شدید. وی با تازگی تماس صوتی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت را هم منتشر کرده که احمد مسعود از وی خواسته است تا از حمایت طالبان دست برداشته و با حمایت جبهه مقاومت
به تاجیکستان برود. هیچ نگرانی وجود نداره. دیگه در او راستای تشویش هیچ وقت نداشته باش. دیگه بسا با عزت میاریم. از سوی هم و به دنبال نشست دوحه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی عمومی و رئیس هیئت طالبان این نشست را مثبت خوانده و گفته است که تمام جهان از نقشه طالبان در مبارزه با مواد مخدر حمایت کرده است و افزوده است که خواسته های طالبان در نشست سوم دوحه پذیرفته شده است. بود که تمام کشورها در رول حمایت افغانستان قرار داشتند، بخصوص در عرصه حمایت سکتور خصوصی و در بخش همکاری با روند جلوگیری از مواد مخدر. همچنین نشست چهار جانبه میان نمایندگان طالبان، پاکستان، ازبکستان و قطر در دوحه برگزار شده و درباره آغاز پروژه افغان ترانس گفتگو شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و هدایت کننده هیئت این گروه در نشست سوم دوحه روز سه‌شنبه 12 سرطان گفته است که این نشست به منظور گفتگو درباره آغاز پروژه افغان ترانس که هدف آن ایجاد راه آهن از ازبکستان به پاکستان است برگزار شده است. با گفته مجاهد پروژه افغان ترانس پاکستان و ازبکستان را از طریق افغانستان وصل می کند و نمایندگان این کشورها بر آغاز فوری کار این پروژه تاکید کردند. در همین حال طبق اطلاعاتی که در اختیار شماری از رسانه‌ها قرار گرفته، 8 نفر به نمایندگی از زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست حاشیه دوحه شرکت کردند. بر اساس اطلاعات قدیم ویار، زهره سبا و زهره بهمن که هر سه در زمینه مدیریت نهادهای غیر دولتی کار کردند، حضوری در این نشست شرکت کردند و فریده مهذب، طیبه هاشمی و مدینه محبوبی که چهره‌های تازه‌ای در جامعه مدنی قلمداد می‌شوند و همچنین عمر صمد، سفیر سابق افغانستان در کانادا آنلاین در این نشست شرکت کردند. همزمان با این عمر داوودزئی وزیر داخلی حکومت سابق افغانستان نشست سوم دوحه را یک نمونه دیگر از ناکامی سازمان ملل در مدیریت طالبان و افغانستان دانسته و از دبیر کل سازمان ملل خواسته است تا نماینده دیگری بر جای روزا اوتنبایوا معرفی کرده و یونما را پاکسازی کند. این گفته ها در حالی صورت می گیرد که شماری از مخالفان طالبان از سیاست نماینده سازمان ملل در افغانستان انتقاد کرده و وی را به سفید نمایی طالبان متهم می کنند. و خبر اخیر هم این که وزارت مهاجرین طالبان اعلان کرده است که 1418 مهاجر از ایران به طور اجباری و داوطلبانه از طریق پل ابریشم ولایت نیمروز بازگشتند. گفته نیست که روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه عمدتاً ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. دوستان گرامی، با پایان این بسته خبری رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.